فرمانده امنیه کابل به وسیله زنش هدف تیراندازی قرار گرفت. به نام خدا و با عرض سلام. باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای چینل دیلی پرس. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما بوده و این چینل را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. و نقل از صفحه رسمی گزارشنامه افغانستان، فرمانده امنیه کابل به وسیله زنش هدف تیراندازی قرار گرفت. کانال ارتباطی گزارشنامه افغانستان خبر می دهد که جمشید توداخل، فرمانده امنیه کابل، 5 روز پیش در اثر تیراندازی همسرش در داخل مهمانخانهشان از ناحیه شکم زخمی شده است. قبلا منابع امنیتی در تماس با طلوع نیوز از علت وقوع حادثه در داخل خانه جمشید توداخل ابراز بیخبری کرده بود. به حواله گزارشنامه افغانستان، 5 روز پیش توداخل زمانی از سوی همسرش هدف تیراندازی قرار گرفت که وی یک دختر را به نام مهمان دولتی به خانهش آورده و گفته بود که یک ملاقات کاری دارد. وقتی زن خانه به این حرکت مزنون می شود، از منفذ اتاق دیگر صحنه غیر عادی را در مهمانخانه مشاهده می کند و فوری تفنگچه خود توداخل را از اتاق دیگر برداشته و همان تفنگچه به سوی شوهرش تیراندازی می کند که در نتیجه یک مرمی در پا و یک مرمی دیگر در شکم وی اصابت کرده است. وی فعلا در شفاخانه 400 بستر به سر می برد. وی از گزینه شده های خاص حمدالله محب است. در همین حال حکمتیار و کرزی در آستانه کوچکشی به ترکیه. چوب خطی های استخبارات منطقه در صدد بیمه کردن حیات خویشند. بر اساس اطلاع واصله به گزارشنامه افغانستان، پس از آنکه گروه طالبان گلبدین حکمتیار را به اعدام تهدید کردند، حکمتیار در تماس با حکومت رجب طیب اردوغان خواستار حمایت از خود شده است. چندی پیش خبر انتقال حکمتیار به ترکیه به خاطر درمان بیماری به شکل غیر رسمی انتشار یافته بود. اکنون منبع به گزارشنامه افغانستان اطلاع داد که وی همان زمان از بیمارستان سردار داوود خان 400 بستر سابقه به بهانه درمان بیماری به ترکیه منتقل شده بود. حکمتیار در زمان اقامت در ترکیه ضمن دیدار با مقامات ترکیه یک حوله بزرگی را برای اقامت خانواده‌اش در ترکیه خریداری کرده است. در گزارش قید شده است که ترکیه به پناهنده شدن حکمتیار علاقه‌مند است و با شروع کارزار ترافیک داهش در نبردهای آینده در افغانستان، او را در پروژه جدید سهمی در خور بدهد. خبر دیگری مشهور است که حامد کرزی رئیس جمهور سابق قرار است خانواده‌اش را به ترکیه منتقل کند. همزمان با شکسته شدن حاکمیت دولتی در قندهار و اشغال جایدادها و اماکن، دودمان کرزی فشارها بر وی افزایش یافته است. با آنکه والی قندهار کرزی را متهم به دست داشتن در واگذاری مناطق در قندهار کرده، کرزی از سوی افکار عمومی سخت زیر فشار قرار گرفته است.
گزارشنامه افغانستان به تاریخ 16 سرطان امسال از تضمیم کرزی برای مهاجرت به ترکیه پرده برداشته بود. ایرانی ها قبلاً به کرزی اطلاع داده اند که در صورت پیروزی طالبان او را با جرم خیانت با چند تن اعضای بلندپایه حکومتش و همچنین عده از افراد حکومت فعلی اعدام خواهند کرد. در تازه ترین اجماع سران سیاسی و جهادی به هدف حمایت از قوای مسلح افغانستان در جنگ علیه طالبان، کرزی و حکمتیار حضور نداشت. در همین حال احتمال تقابل داعش و طالب اوزای عمومی آهسته آهسته به طرف نمایان شدن چهره های دیگر گروه های افراطی روان است. گروه طالبان که در یک بستر سنتی شکل گرفته و تا هنوز بدون داشتن کدام برنامه مدون به حیان سیاسیشان ادامه داده و فقط با ارتکاب ظلم و وحشت توانسته اند اظهار وجود نمایند. البته در بعضی مناطق از قومیت، زبان، مذهب و روابط‌های استخباراتی و قاچاق نیز برای نفوذشان استفاده نموده اند، اما بستر اصلی خیزششان همان باورهای سنتی مذهبی هست که هیچ فکر سیاسی، قرائت مذهبی و گروه دیگر را قبول ندارند و حتی بسیاری ها را واجب القتل می شمارند. در این میان روابط القاعده و گروه های متحد افراطی دیگر از کشورهای چون تاجیکستان، ازبکستان، چچن، اغورها و با تحریک طالبان بیشتر یک روابط استخباراتی بوده. نه ایدولوژیک، چون القاعده و متحدینش بیشتر سلفی ها هستند که با حلقات متحدت شامل در تحریک طالبان شدیداً مخالف هستند، حتی هم دیگرشان را تکفیر می کنند. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. ما منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما دوستان هستیم. جهت حمایت از ویدیوهای روزانه ما چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید. تا ویدیوی دیگر، الله یار و مددگارتان. اوقات خوش داشته باشید.